سلام به یکی دیگه از برنامه‌های آشپزی با سنا خوش اومدید. ویدیو امروز راجع به آشپزی نیستش. تصمیم گرفتم یه بخشی از کانال آشپزی با سنا رو به لایف استایل، تندرستی، سلامتی و هلت اختصاص بدم. صحبت امروزمون همونطور که از کپشن ویدیو متوجه شدین راجع به تزریق کردن بوتوکس، ژل، فیلر و جراحی پلاستیک هستش که این روزا بین خانم‌های ایرانی بسیار بسیار زیاد شده. مثلا ماکروبلیدینگ ابرو خیلی مد شده و تقریبا میتونم بهتون بگم تمام خانم‌های ایرانی این روزا این کار رو انجام میدن، بدون اینکه اصلا بخوام بدونن واقعا این کار لازمه، به زیباییشون کمک میکنه، بهشون میاد یا نه. مثل همین تزریقات بوتوکس و ژل و فیلر و جراحی پلاستیک هم از همین گروه هستن. هیچ با خودتون فکر کرده چرا این همه جراحی پلاستیک و تزریقات ژل و بوتوکس توی کشور ایران بسیار بسیار زیاد شده به شکلی که اصلا آمارش قابل مقایسه با کشورهای دیگه نیستش؟ واقعا چرا خانمهای ایرانی فکر میکنن تزریقات بوتوکس و ژل و تغییر چهرهشون به اون شکل وحشتناک میتونه باعث زیباییشون بشه؟ چند روز پیش از یکی از کانالهای تلویزیونی خبری فارسی زبان راجع به 3 تا از خانمهایی که در واقع شاخ اینستاگرام بودن و فالوورهای بسیار زیادی داشتن صحبت شد و خبرش راجع به این بود که در واقع این خانم‌ها قبلا حجاب نداشتن و بنا به دلایلی الان حجاب سرشون گذاشتن. البته من نمیخوام راجع به مقوله حجاب اصلا بحث بکنم که این خانم‌ها چرا قبلا حجاب نداشتن و چرا اینا الان حجاب دار شدن، اون یه مقوله جدا هستش که اصلا نمیخوام راجع بهش اینجا بحث بکنیم. بحث من راجع به این هستش که وقتی من قیافه و چهره این خانم‌ها رو دیدم به عنوان اشخاصی که در واقع شاخ اینستاگرام هستن و بسیاری از افراد تو ایران فالوشون میکنن واقعا متاسف شدم. چهره های بوتوکس زده، لبای بسیار بسیار بزرگ و ژل زده با آرایش های فوق‌العاده سنگین که فکر نمیکنم در خور یه خانم با شخصیت بتونه باشه. برای این به اختصاص از این خانم صحبت میکنم چون این خانم ها در واقع چند صد هزار فالوور توی اینستاگرام دارن و بسیاری از مردم فالوشون میکنن و به نظر من اگر کسایی که اونا رو فالو میکنن بیشتر دوستشون داشته باشن و از عکس ها و پست ها و ویدیو و تبلیغایی رو که میذارن لذت ببرن خیلی بهتر نیست به جای اینکه این همه کامنت های بد، کامنت های تنفرآمیز زیر هر کدوم از پستایی که آپلود میکنن ببینیم؟ به نظر من به شخصه چقدر زیباتر بود اگر این خانوما و یا خانمای دیگه که حتی توی اینستاگرام هم نیستن چهره زیبای خودشون رو به صورت طبیعی نشون میدادن و اینجوری خیلی خیلی مردم بهتر پذیراشون بودن و تبلیغاتشون هم به تب تاثیرگذارتر بود برای مردم. همونجور که میدونید این خانم‌ها توی اینستاگرام از راه تبلیغات کسب درآمد میکنن. برای همین خیلی مهمه که فکر بکنن و این موضوع رو متوجه بشن که افرادی که اونا رو فالو میکنن اگه دوستشون داشته باشن و ازشون لذت ببرن تبلیغاتشون خیلی خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود. واقعا جای تاسف داره پایین هر پستی که این گونه افراد میذارن کامنت ها رو که وقتی آدم میخونه فقط کامنت های تنفرآمیز هستش به جای اینکه راجبه نحوه تبلیغات سوال بشه، راجع به اون کالایی که داره تبلیغ میشه سوال بشه. جهت کامنت ها رفته کاملا به سوی بد و بیراهایی که به این خانم ها گفته میشه. واقعا جای تاسف داره. اینجور چیزا توی هیچ کدوم از کشورهای دیگه نیستش. ما خیلی از شاخه اینستاگرام دیگه تو کشورهای دیگه داریم که حتی میلیون ها فالوور دارن، ولی آیا تا حالا یکی از اینا رو دیدین که به شکلی که خانمای ایرانی خودشون رو توی اینستاگرام عرضه میکنن خودشون رو نشون بدن به شکل وحشتناکی که آدم خودش رو تبدیل به یه ربات پلاستیکی بکنه؟ متاسفم که این حرفو میزنم، ولی این یه حقیقته. خانمایی که فکر میکنن با جراحی های زیاد از حد، تزریقات زیاد و تغییر چهرهشون به زیباییشون کمک میکنه از نظرات عامه مردم این مطلب متوجه بشن که این موارد به زیباییشون نه تنها کمک نمیکنه بلکه اون زیبایی رو هم که دارن رو از دست میدن. میخوام ازتون سوال کنم واقعا چرا توی ایران انقدر به جراحی زیبایی و تزریقات ژل و بوتوکس اهمیت داده میشه؟ ممکنه بعضیا به این سوال به علت حجاب اجباری جواب بدن، ولی من به شخصه فکر نمیکنم حجاب اجباری دلیل اصلی این مسئله باشه. حجاب اجباری ممکنه یه بخشی از این قضیه و دلیل این کار باشه، ولی دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه. خیلی دوست دارم نظراتتون رو توی کامنت بدونم که شما چه دلیلی رو فکر میکنید وجود داره برای اینکه خانمای ایرانی این همه رو به جراحی
زیبایی و پلاستیک میرن. امیدوارم این دسته از خانم‌ها متوجه بشن و به قول خودشون با یه تلنگر بفهمن که این کار اصلا به زیبایی خانم کمک نمی‌کنه و درجه محبوبیت اون خانم رو بین همه پایین‌تر میاره. اینجور افراد باید متوجه بشن که همه مردم دوست دارن تبلیغاتی رو که میبینن از شخصی ببینن که بهش علاقه دارن و دوستش دارن، نه از شخصی که ازش متنفرن به خاطر چهرش یا به خاطر کاری که میکنه یا هر چیز دیگه. اگر این خانم ها این مطلب رو متوجه بشن، به نظر من به موفقیتشون خیلی بیشتر کمک میکنه. نظرتون رو میخوام بدونم. ممنون که با من همراه بودین و تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.